جنگ روانی احساسات را هدف قرار می‌دهد تا از طریق آن افکار را عوض کند. دولت‌های آمریکا و ایران که درگیر یک جنگ روانی شدند این را می‌دانند. این جنگ روانی چه برد و باخت‌هایی و چه عاقبتی ممکن است داشته باشد؟ سلام. ترامپ میگوید در ایران نان پیدا نمی شود. رهبر ایران میگوید ترامپ حتی ارزش مبادله پیام هم ندارد. احتمالاً دونالد ترامپ تصور میکند جنگ اقتصادی با ابزار تحریم ها به همراه اظهارات اینچنینی او را به هدفش نزدیک میکند و رهبر ایران هم فکر میکند ترامپ پیش از آن که به هدفش برسد از گردونه خارج شده. این وضعیت مردم ایران را به شدت نگران کرده است. شاید به همین دلیل است که جمهوری اسلامی تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی را شدت بخشیده تا در این جنگ روانی عقب نماند. ولی هدف اصلی هر یک از طرفین ماجرا چیست؟ اگر هدف هر یک از آنها این است که طرف دیگر کوتاه بیاید، به نظر نمی رسد چنین نتیجه‌ای با این شیوه ها حاصل شود. در برنامه این هفته میپرسیم برداشت هر یک از دو مهمان برنامه از جنگ روانی توصیف شده چیست و چه برد و باخت هایی برای طرفین و چه خطراتی در آن میبینند. ویکتوریا طهماسبی، استاد دانشگاه در تورنتو، در مورد کارزارهای رسانه‌ای برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی تحقیق کرده و امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه و همینطور سیاست‌های ایران را از نزدیک دنبال می‌کند. خیلی خوش آمدید. خانم طهماسبی، شما فکر می‌کنید این جنگ روانی که راجبش صحبت کردم در مقدمه، این هدفش تأثیرگذاری روی سیاستمدارانه، یعنی روی طرف مقابل، حاکمان ایران یا حاکمان آمریکا، یا هدفش تاثیرگذاری روی افکار عمومیه؟ برای اینکه اینا دو تا چیز متفاوتن و احتمالاً راهکارهای متفاوت میطلبن. با سلام آقای طاهری. ببینید، برای اینکه ما درک مشخص و روشنی داشته باشیم که این جنگ رسانه‌ای چی هست و زمین بازیش به چه صورت تعیین شده و مکانیزم‌هاش چی هستش، اجازه بدین که اگر ممکنه من یک تعریف مختصری از جنگ رسانه‌ای اینجا خدمت شما بدم. و اونم اینه که جنگ رسانه‌ای یکی از شیوه‌های جنگ روانی هستش که آمریکا در واقع به وجود آورندش هست و بسیار زبانش رو خودش اختراع کرده و معمولاً با جنگ اقتصادی و جنگ سیاسی همراه هست و اونجوری که تاریخ به ما نشون میده پیش زمینه جنگ نظامی هستش. در رابطه با ایران پیش زمینه خیلی تاریخ بسیار قدیمی داره، مال الان هم نیستش. زمان جورج بوش وقتی که 75 میلیون دلار تخصیص داده شد به رسانه های فارسی زبان، همون موقع هم این جنگ روانی وجود داشت و از زمانی که در واقع آمریکا به این نتیجه رسید که حکومت به قول معروف کودتای نظامی در کشورهای مختلف جوابگو نیست برای سیاست خارجیش، به قول آقای جورج بوش سعی کرد که ذهن و قلب ها رو تسخیر بکنه و در واقع جنگ روانی سه جنبه داره. سه جنبهش، یکی برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی خود مردم آمریکاست، یکی علیه دولت متخاصم هستش، اینجا میتونیم بگیم جمهوری اسلامی، و مهمترین جنبهش در واقع تاثیرگذاری یا ارعاب یا تهدید یا ناامید کردن یا بی آینده کردن اذهان افکار عمومی ایرانی ها هستش. برای همین به نظر من ما میگیم جنگ رسانه‌ای، ولی واقعا وقتی که به خصوص الان که شدت گرفته و تنش بسیار زیادی بین آمریکا و ایران هستش،
تقریبا به یک حالت ترور رسانه‌ای رسیده، خشونتی که هر روز بر سر ایرانیایی که در ایران زندگی میکنن. به هر حال این بمباران رسانه‌ای واقعا استراب عمومی، ناامیدی عمومی رو به وجود آورده در بین ایرانی ها که به هر حال کمتر از تحریم اقتصادی که آمریکا بر علیه مردم ایران اعمال میکنه شاید نباشه. شما به نوبت میگید جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی، این دوتا رو یکی میدونید یا یکی از اینها بخشی از دیگریه؟ جنگ رسانه‌ای بخشی از جنگ روانی هستش. ببینیم مثلا به طور مثال آقای ترامپ خودش تجسم عینی جنگ رسانه‌ای هستش، یعنی برخلاف آقای اوباما که با زبان دیپلماسی ترجیح میداد با خاورمیانه و مردم خاورمیانه صحبت کنه، آقای ترامپ همونجور که مثلا مثال زدید وقتی که میگه ما آنچنان چیز کردیم این فشار اقتصادی به ایران آوردیم و میگه ایران، ولی خب مسلما مردم ایران شاملش میشه، که حتی نون ندارن بخورن. این قلوف کردن در مورد این که مردم ایران حتی نون ندارن بخورن خودش بخشی از این جنگ روانی هستش. بله. آقای طاهری، فکر میکنید جمهوری اسلامی تونسته در این کارزار وقت به شکلی خونسا کنه یا در واقع کوتاه نیاد و امتیازهایی بگیره در این جنگ روانی؟ بله، اولا باید بگم که جنگ روانی رو آمریکایی‌ها اختراع نکردن، بلکه از عهد باستان وجود داشته. اگه توسیدید رو بخونین، تاریخ نویس یونانی، جنگ پلوپونیزیان بین آتن و اسپارت با جنگ روانی شروع شد، در بهش میگن گفت و شنود ملیان، The Melian Dialogue، که اگه بخونین میدونین. بنابراین میدونین فوراً حمله به آمریکا و فوراً حمله به ترامپ ما رو به جایی نمیرسونه. جنگ روانی تاریخ خیلی زیادی داره، آلمان هیتلری ازش استفاده کرد، بریتانیا در زمان جنگ ازش استفاده کرد، اتحاد شوروی موقعی که وجود داشت استفاده کرد، همه در کتاب گیلگمش، قدیمترین کتاب موجود، نمونه های از جنگ روانی رو میبینید. ولی در حال حاضر به نظر من اون چه اهمیت داره جنگ روانی به اون صورت نیست، بلکه جنگ اقتصادی است که آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی را انداخته با یک تکنیکی که بهش میگن فشار از نزدیک، پراکسیمیتی پرشر، یعنی یه جوری که استخوناتون بشکنه. جنگ تبلیغاتی زیادی علیه جمهوری اسلامی نیست. مثلا ایالات متحده چندین رادیوی فارسی زبون رو کنترل میکنه، ولی اینا هیچ کدوم یه جنگ روان یا کارزار رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی راه ننداختن و بعضی هاشون دو طرف رو، یعنی هم جمهوری اسلامی رو منعکس میکنن، هم نظر آقای ترامپ رو. مطبوعات آمریکا به طور کلی به جز نیویورک پست و وال استریت جورنال سمپاتی دارن نسبت به جمهوری اسلامی و بیشتر نظریات جمهوری اسلامی رو منعکس میکنن. بنابراین دو طرف با هم مساوی نیستن، در حالی که وسایل ارتباط جمعی در ایران نمیتونن نظریات آمریکا رو منعکس بکنن. از این که بگذریم، این جنگ یه جنگ نامساوی هستش، برای اینکه اتفاقاتی که داره میفته برای ایالات متحده خرجی نداره، طوریشون نمیشه، فقط اعلام میکنن که اگه میخواین با ایران و جمهوری اسلامی معامله بکنین، با ما نمیتونین معامله کنین، ولی برای جمهوری اسلامی خرج داره. دو هفته پیش 4000 پروژه رو اینا متوقف کردن. این مسئله این نیست که ایرانی‌ها نون ندارن، نون دارن. میدونی ایران فقط 11% از نیازهای کشاورزیش رو وارد میکنه، برخلاف نظر آقای ترامپ. بنابراین کسی گرسنه و اینا هنوز نیست و تا 6 ماه هم. چرا ترامپ این رو میگه؟ هدف ترامپ اعلان شده تغییر روش جمهوری اسلامی است در 12 مورد که از طرف آقای پومپئو اعلان شده. و نکته جالب اینجا هست که بیشتر این کارا رو جمهوری اسلامی داره میکنه الان، ولی میخواد یواشکی بکنه، نمیخواد آبروش بره. منتها ترامپ اصرار داره که بعد من بیارمتون وسط زیر دوربین، تأخیرتون بکنم، بزنم تو سرتون. این گرفتاری بزرگه. اون سوالی که از خانم طهماسبی پرسیدم رو از شما میخوام بپرسم. به این ترتیب شما فکر میکنید این جنگ روانی هدفش تأثیر روی دستگاه حاکم
در ایرانه یا اینکه روی افکار عمومی ایران کار میکنه؟ نه، روی دستگاه حاکم در ایران کار میکنه، چون توده مردم ایران کاری نمیتونن بکنن، برای که انتخابات آزادی در کار نیست، احزابی وجود ندارن. ولی توده مردم هزینه‌اش رو میدن. بله 100%، یعنی فشاری که هست منتقل میشه به مردم ایران. در حال حاضر میدونیم مثلا جمهوری اسلامی خرجایی رو که کم کرده 10% از کمکش به حزب الله و حماس اینا رو کم کرده، یه مقداری از بودجه های نظامی و امنیتی رو کاهش داده، ولی فشار اصلی روی مردم ایرانه. یعنی مردم زیر فشار هستن برای اینکه رهبران جمهوری اسلامی یه کارهایی رو که آقای ترامپ بهشون گفته بکنن و دارن هم تا اندازه میکنن. از نظر شما این جنگ روانی از جانب آمریکا جواب داده تا حد زیادی؟ همیشه اینطوری بوده. این موقع جنگ تانکرها یادتونه، زمان آقای خمینی، بله، نوشیدن جام زر. یعنی جمهوری اسلامی همیشه تا آخرین لحظه تا ساعت 11:30 مقاومت میکنه، بعد اون استخونه که شروع کرد به صدا دادن تسلیم میشه. ولی گرفتاری با ترامپ این است که برخلاف رؤسای جمهوری پیشین آمریکا حاضر نیست که این کار یواشکی بشه. جمهوری اسلامی هم نمیخواد آبروش بره. خانم من البته من کاملا با آقای طاهری موافقم که این جنگ روانی و جنگ روانی نه رسانه ای خب همیشه بوده و از یونان باستان هم شروع شده، ولی جنگ رسانه ای با این انقلاب اطلاعاتی که اتفاق افتاده همه گیر شده و به نظر من اینجا خیلی مهم هستش که دقت کنیم. این مرحله جدید، بله بله، این جنگ رسانه ای، ببینید جنگ رسانه ای که حالا همه دولت ها هم انجام میدن، ولی به هیچ وجه جنگ رسانه ای که آمریکا انجام میده از نظر قدرت برابر نیست با جنگ رسانه ای که ایران داره انجام میده، و اگر شد حالا بعدا توضیح میدم. ولی ببینید اینها از ظرفیت ها و توان میدیای قدیم که همون رادیو و تلویزیون و سینما هستش در و میدیای جدید که سوشال نتورک ها هستن استفاده میکنن، که در واقع یک اکو چمبر، یک اکوسیستم رسانه‌ای به وجود بیارن که همدیگر رو تقویت و حمایت میکنه. پیام ها از طریق بولد کردن بعضی از اخبار و برجسته کردن بعضی اخبار و به حاشیه روندن بعضی خبرهای دیگه، و در واقع وزنی که به یه سری اخبار داده میشه در مقابل به قول معروف حاشیه روندن بعضی اخبارها، اینها یک ما بهش میگیم اتاق پژواک، اکو چمبری درست میشه که هر تمام اون این پیام‌های از جانب آمریکا رو فکر میکنید مرتب تکرار میکنه و باران رسانه‌ای که بر علیه مردم. و من این رو میخوام اینجا تاکید کنم که و خیلی تعجب میکنم، این کارزار رسانه آمریکا بر علیه دولت ایران نیستش، با دولت ایران از طریق تحریم اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و سیاسی بسیار میتونه فشار بیاره، از طریق مذاکراتی که پشت پرده هستش. این جنگ رسانه‌ای بر علیه ملت ایران هستش. منظورتون بر علیه چه هست؟ برای اینکه ممکنه به شکلی آقای طاهری موافقت کنه، بگه برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران هست، افکار ملت ایران هست. این فرق میکنه با توصیفش به عنوان یک کارزار روانی و رسانه‌ای بر علیه ملت ایران؟ این دوتا یکی درسته. نیستن. نه خیلی درسته، و برای همین ما میگیم جنگ رسانه‌ای، نمیگیم تاثیرگذاری روی افکار عمومی یا مانیفکتچرینگ کانسنتی که به طور مثال آقای چامسکی ازش استفاده میکرد. بذارید من یک مثال خیلی ساده بزنم. وقتی که فیلم بدون دخترم هرگز درست شد، این فیلم روی یک واقعه کاملا واقعی، یعنی یه اتفاق واقعی این داستان ساخته شد. برای اون دست از بیننده هایی که به خاطر ندارن، به خصوص نسل جوان، این فیلم راجع به یک زن آمریکایی است که فرزندش رو بتی محمودی که فرزندش رو از ایران برداشت و برد، برای اینکه گفت شوهرم میخواست ما رو در ایران نگه داره. به یک معنا زندانی کنه. بله. خب این واقعیت داشت. خب ولی آیا همه مردهای مسلمون زناشون رو به گروگان میگیرن، دختراشون رو به گروگان میگیرن؟ نه. ولی توی همون فیلم میبینیم که خانواده ایرانی رو نشون میده که نشستن روی سفره و دارن علف میخورن، در صورتی که ما میدونیم که اون علف خوردن همون سبزیهایی که ما ایرانی ها میخورن. متحدث. خب یعنی میخوام بگم یک تمدن
این به ترامپ که مربوط نیست، یعنی به بحث امروز ما مربوط نیست. میخوام بگم که جنگ رسانه‌ای بر علیه یک ملت، نه اونم جنگ رسانه‌ای، یه نفر یه فرهنگ نه، یعنی یه فیلم درست کرده یه نفر، میشه شما یه فیلم درست کنین علیه اون، این دولت آمریکا اونو درست نکرده. مسلما اون موقع هم روابط ایالات متحده با جمهوری اسلامی خوب بود موقعی که این فیلم در اومد، یعنی اصلا از زمانی که البته از زمانی که انقلاب ایران اتفاق افتاد خب هیچ وقت رابطه ایران و آمریکا خوب نبوده. بعضی وقتا خوب بوده، بعضی وقتا خوب نبوده. نکته‌ای که من میخوام مطرح بکنم اینه که جنگ رسانه‌ای در واقع روی نقاط ضعف، روی نقاط گسلی که توی جامعه هستش دست میذاره و اونها رو تشدیدتر میکنه. من میخوام این ادعا رو بکنم اصلا که برای دولت ترامپ، اگر که دولت آمریکا در واقع با این جنگ رسانه‌ای هدفش این هستش که برای افکار عمومی داخل ایران رو و مردم ایران رو به صورت، یعنی ایران هراسی رو تقویت کنه، اسلام هراسی رو تقویت کنه و شیعه هراسی رو تقویت کنه، در داخل افکار عمومی رو نسبت به مردم ایران رو بدون آینده بکنه، یعنی ناامیدی رو پمپاژ کنه. مثلا میخوام این کارا رو کجا داره میکنه؟ برای که میدونن مثلا سرمقاله های امروز نیویورک تایمز اگه بخونین یا مقالات واشنگتن پست رو بخونین، الان همه سپاتی دارن به جمهوری اسلامی، همه ضد ترامپ هستن. من یه مثال براتون میزنم. دولت ترامپ که روزنامه نداره، دولت ترامپ یه رادیو داره به اسم وایس آف امریکا که میتونین، و یه تلویزیون داره که اونم تازه زیر کنترل دولتی نیست به اون صورت. یعنی این جنگ روانی که جنگ رسانه‌ای که میگین، اینو من میخوام ببینم کجا انجام میده که من برم چک بکنم. منظور شما این است که این تصور که در آمریکا رسانه‌ها یک کاسه هستن و یک پیام، این تصور واقعا درست نیست. ببینید مثلا من 5 تا روزنامه اصلی آمریکا که اصلا از نظر تیراژ، دو تاشون شدیداً ضد جمهوری اسلامی هستن، سه تای دیگه نیستن. من یه مثال براتون بزنم. ببینید من کاملا مسلمه، یعنی فکر می‌کنم این چیز رو ما داریم که رسانه‌های مستقل در غرب وجود مثلا دارن. این پرینسیپال آزادی رسانه‌ها وجود داره، ولی زمانی که تنش یا حتی جنگ پنهان یا آشکار بین دولت آمریکا و کشور دیگه اتفاق می‌افته، یک سیاست کلی حاکم میشه بر رسانه های جریان اصلی. کما اینکه وقتی که به عراق حمله کردن، سی این این چیزهاشو، خبرنگاراشو به صورت این بده در با ارتش آمریکا همراه میکنه. بعد الان اجازه بدید من مثال خیلی مثال ولی نه خانم تماس بی، اون شرایط در ارتباط با ایران که هنوز اتفاق نیفتاده. من این مثال در مورد تانکرهای ژاپن، همین مثال رو اجازه بدید، همین مثال رو بذارید روش متمرکز شیم. رسانه هایی که شما میگید مستقلن و در زمان هایی که بحران تبدیل به جنگ میشه میپیوندن به فضای عمومی، اولا در مورد ایران که چنین اتفاقی نیفتاده، دوما واشنگتن پست، نیویورک تایمز و چند لس آنجلس تایمز، اینها منتقد ترامپ هستند. پس تصور این که اون چه که از جانب آمریکا میاد بخشی از این جنگ روانیه، یه مقدار ساده انگاری نیست؟ به نظر من اصلا، به نظر من به هیچ وجه. شما همین مسئله انفجار تانکرایی که زمانی که بله چند وقت پیش آب شینزه در ایران با آقای خامنه‌ای ملاقات میکرد رو من یه مثال براتون بزنم. خوب. این گفتن که اول گفتن که ایران کار ایرانه، درسته؟ در صورت که ممکنه کار، یعنی احتمال این که کار ایران باشه در یکی از آخرین امکانات هست، یعنی میتونه کشورهایی باشه که در منطقه بر علیه ایران هستن، میتونه کار یک کسانی باشه که به قول معروف در مثلا یمن حوثی ها خودشون الان به قول معروف بازیگرهای بسیار مستقل. یمن 1500 کیلومتر دوره از اونجا. حالا بله میدونم دوره، ولی میشون چطوری اومدن اونجا؟ اجازه بدید من این مطلب اجازه بدید من این مطلب رو تموم کنم. ببینید خدمه کشتی گفتن که ما فلاینگ آبجکت دیدیم، یعنی یه سری چیز در آسمان، یعنی اون چه که اصابت کرده به کشتی از بالا اومده، نه از زیر آب یا از سطح آب. ژاپن تودی دیروز نوشته که این خبر رو داده، درسته؟ و بعد گفته که ماین نبوده، یعنی مین نبوده، درسته؟
این خبر ترجمه شده توی رسانه‌های فارسی بدون اینکه اون قسمت مینش رو اصلا مطرح بکنن. ببینین این حادثه در نزدیکی شبه جزیره جاسک رخ داده که من این منطقه رو خیلی خوب میشناسم. شبه جزیره جاسک جایی است که بزرگترین پایگاه نیروی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی در اونجا است. 3 تن زیردریایی ما اونجا هست، نزدیک به 80 تا کشتی و زورق به اصطلاح جنگیمون اونجا هست، 25 تا هواپیمای جنگندمون اونجا هست. بعد این جزئی است از یک زنجیر استراتژیکی که میره به کنارک در طرف شرقش، از کنارک میره به چابهار، از چابهار میره به گوادر. در طرف غربش هم تنگه کلارنس هست در بالای قش و تنگه هرمز هست در پایین. یعنی چطور ممکنه که یک گروه خارجی بلند شه بیاد؟ اولا از کجا بیاد؟ یعنی از 2 جا میتونه بیاد، یا از شبه جزیره مسندم میاد که زیر کنترل عمانه، عمان هم خب دوست جمهوری اسلامی، برابری نمیشه گفت عمانی ها این کار کردن، یا اگه بیایم پایین میرسیم به یه 2 قسمت از امارات متحده عرب، یعنی فجیره و عجمان و تا یه اندازه اون باقوه. آقای طاهری بدونین که وارد این جزئیات شیم. آقای طاهری، یعنی شما به کلی رد میکنید امکان این که گروه هایی، دولت هایی، شبه دولت هایی، عناصری به قصد تخریب بیشتر اوضاع، به قصد به هم ریختن دیدار شینزو آبه، به قصد بستن هر گونه امکان مذاکره آتی میان ایران و آمریکا بیان کاری بکنن که همزمان به دیدار نخست وزیر ژاپن به کلی همه چیز نقش برآب بشه؟ یعنی این احتمال به کلی رد از نظر شما؟ نه، من همچه حرفی زدم، من دارم توضیح میدم که این کجا اتفاق افتاده. حالا اگه جمهوری اسلامی نمیتونه اطراف بزرگترین پایگاهش رو حفظ بکنه که نذاره بیان یه عده بیان این کار رو بکنه، اون یه موضوع دیگه است. خب برحال اون به معنی نیست که جمهوری اسلامی این کار رو کرده. نه من که هرچند این احتمال کماکان بازه که... من که نگفتم من نمیدونم کی کرده. بخوام بگم که این منطقه یه جایی است که اگه جمهوری اسلامی عرضه نگهداشتنش نداشته وضعش خیلی خرابه. میدونی این یه موضوع دیگه ایه. ولی مسئله اساسی این هستش که جمهوری اسلامی با تهدیدایی که داره میکنه و با حرفایی که خودش میزنه، مثلا سایت تابناک که مال آقای محسن رضایی فرمانده پیشین جمهوری، میگه هر وقت ایران میخواد با یکی مذاکره کنه یک گروه های مشکوکی میان این کارا رو میکنن. یعنی خودش میگه ممکنه یه عده از داخل ایران این کاری. بعد میگه که یه عده که اونم به هر حال یه احتمال دیگه. نه منم دارم میگم همه احتمالا رو میگم. بعدم خودش باز در همون جا در یه به اصطلاح خبر دیگه میگه که یه عده از دانشجویان خط امام میخواستن سفارت ژاپن رو با خاک یکسان کنن ولی رهبر گفت نکنین و به همین جد نکردن. بله. یعنی میدونین و وقتی اینا رو میگین این خیلی آسونه که بگیم که مثلا یه نفر جن از آسمون اومد این کارو. خب یه نتیجه گیری این که واقعه این اتفاق توسط چه کسی انجام شده با اینکه رسانه‌ها چه جور پوششش میدن، این دوتا بحث متفاوته و من فکر می‌کنم اینجا بحث ما این هستش که این پوشش خبری، این کارزار رسانه‌ای به چه صورت انجام میشه؟ مگر خب شما میخواهید بگید ببینید. که آیا شما میخواهید بگید که همزمان با این حادثه رسانه‌ها میان جوری خبر رو، البته رسانه‌های الان اینقدر متفاوتن که میشه در موردشون جدا در مورد رسانه‌های غالب صحبت، جریان اصلی صحبت میان میکنی. جوری این رو در واقع پوشش میدن که به نفع آمریکا تموم بشه. ببینید آقای پومپو که به قول معروف ببینید مثلا توی اتفاقات دیگه حداقل چند روز طول کشید، در هم یعنی چند ساعت این اتفاق نیفتاده بود که آقای پومپو اومدن پشت تلویزیون و گفتن این کار ایران هستش، درسته؟ خب رسانه چیکار باید بکنه؟ فکر میکنید حرفای پومپئو رو نباید گزارش کرد؟ چرا، حتما، ولی اینکه آقای پومپو این رو به عنوان یه خبر و اینکه مقصر ایران هستش، ببینید سوال این هستش که ما میدونیم که حتی ممکنه اصلا از درون ایران یک عده باشن که بخوان در کار مذاکره خرابکاری کنن که اصلا نشون دهنده اینه خود که خود ایرانی اینو میگه. میتونیم بگیم که وقتی یک دولتی رئیس جمهورش یا ارشدترین
فرد نظامیش میاد تهدید میکنه که ما هم تنگه هرمز رو میبندیم، این خودش زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه این دولت بعداً متهم بشه. آیا در این جنگ روانی این سیاستمدارها، این نظامیان ارشد این رو میفهمن؟ حتما همینجوره، به خاطر اینکه ایران اصلاً اون زبان بین المللی رو برای اینکه با جهان صحبت بکنه نداشته. 40 سال انقلاب ایران اجازه نداده که ایران با دنیای خارج، با دنیای غرب، حتی از نظر اینکه زبان انگلیسی رو بتونن به صورتی، به قول معروف شما نگاه بکنید به پرس تیوی، یعنی یکی از حرفه‌ای‌ترین رسانه‌هایی هستش که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره، ولی اینقدر ایدئولوژی زده هستش و اینقدر شعارگونه هست، این کلن سیاست حاکمه بر رسانه‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی که اصلا این زبان بین المللی رو نداره که بخواد کار اقنایی بکنه یا کار پروپاگاندایی بکنه به صورت غیر مستقیم مسلماً. ولی شما نگاه بکنید حرف آقای روحانی رو شما در این کانتکست ببینید که تحریم‌های اقتصادی رو بر علیه ایران شروع کرده بود آقای ترامپ. ترامپ هستش که الان بحث سیاسی میشه و من نمیخوام بحث سیاسی. بله. فکر میکنید وقتی ترامپ چنین میکنه روحانی هم باید بگه که ما تنگه هرمز رو میبندیم، کار دیگه ای نمیشه کرد؟ خب اون وقت سوال، من نمیتونم بگم آقای روحانی چی میتونست کار دیگه ای بکنه، ولی میفهمید چرا اینو میگه؟ بله کاملا. آقای طاهری، شاید همین نقطه ضعفی که به گفته خانم طهماسبی ایرانی ها دارن، یعنی خیلی از حرفایی که میزنن، خیلی از تهدیدایی که میکنن، نمیدونن پیامداش چی میتونه باشه، خود همین یه مستمسکی میشه برای اینکه نیروهایی که میخوان بیش از پیش این جنگ روانی رو به سمت جنگ تمام عیار ببرن ازش استفاده کنن. یعنی اگر یک در واقع نیروی سوم در این ماجرا بیاد بگه که آها ایرانی‌ها چنین تهدیدی کردن، پس میشه باورپذیرش کرد دیگه، پس ما یک ترقی در کنیم، یک کاری بکنیم در دریای عمان و تنگه هرمز، حتی اگر ایرانی هم نکنن به پاشون نوشته میشه، برای اینکه این تهدیدو کردن. بله این احتمال وجود داره، منتها ببینید شما سرانجام خودتون مسئول کارتون هستین، یعنی این کسانی که الان جمهوری اسلامی رو اداره میکنن یا میتونن ایران رو اداره کنن یا نمیتونن. اگه نمیتونن ایران رو اداره کنن برن گمشن، اگه میتونن ایران رو اداره کنن مثل بچه آدم اداره کنن و به صورت یه دولت معمولی اداره کنن. یعنی نمیتونیم بگیم که به خاطر خطر جنگ باید اجازه بدیم به رهبران جمهوری اسلامی که هر کاری دلشون میخواد بکنن. یعنی میخوان بگن انتخاب ما الان بین جمهوری اسلامیه با همه اشتباهاتی که میکنه، با همه کارهای بدی که میکنه، یا جنگ. انتخاب ما این نیست، انتخاب ما این هست که، انتخاب سوم ما این هست که با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم، سعی کنیم رفتارش رو عوض بکنیم اگه بتونیم، اگرم نتونستیم خودش رو عوض بکنیم. میده این مسئله اساسی، ولی در این تردیدی نیست که ایران دشمنان زیادی داره الان، میدونیم بحث اینجا نیست، خیلی کشورهای زیادی هستن میخوان ایران تجزیه بشه، میخوان اصلا ایران خب ما نابود بشه. بله. ما از حماقت رهبران کنونی ایران سوء استفاده. بله. شما در مورد حماقت، نقاط ضعف، ایرادها، ندانم کاری های سمت ایران صحبت میکنید، ولی سمت دیگه چطور عمل کرده در این جنگ روانی آقای ترامپ؟ سمت دیگه یعنی چی؟ یعنی آقای ترامپ. بله. بله. آقای ترامپ وقتی میگه اگه ایران جنگ میخواد به جنگ بکشه کار ایران تمومه، این چه پیامی به مردم ایران میده؟ کار ایران تمومه، یعنی در واقع ایران رو محو میکنم از صحنه روزگار. این یا واقعا حرفی که از یک سیاستمدار درگیر در جنگ روانی باید؟ نه ببینید آقای ترامپ که شهرتش معلومه، یعنی میشینه یه توییتایی میکنه، یه حرفایی میزنه که واقعا نمیشه رو همشون هم حساب کرد و حرفای غیر مسئول هم زیاد میزنه. حالا میدونی من اینجا که مدافع ترامپ نیست، اصلا ترامپ به من مربوط نیست، من رئیس جمهوری آمریکاست، منم آمریکایی نیستم، کاری هم به کارش ندارم. ولی میدونی ما در افتادیم با ایالات متحده از اول بی خود بی جهت، بعد آقای خامنه‌ای و رفقاش بیان بگن که ما در این 40 سالی که با آمریکا در افتادیم فوایدش این بوده، مزارش هم این بوده. اگه فوایدش بیشتر از مزارشه خب بریم ادامه بدیم،
اون بحث دیگه است. نه سیاستمون رو عوض کنیم. بله اون بحث دیگه است. ولی سوال من در ارتباط با این جنگ روانی حال حاضر اینه که یک طرف به گفته شما ندانم کاری میکنه، فراتر از اون منافع مملکتش رو برباد میده. طرف دیگه چی کار داره میکنه؟ طرف دیگه هم یک استراتژی اشتباه داره. من ده ها مقاله راجع به استراتژی آقای ترامپ نوشتم. یه دونش همین جمعه گذشته در اومد که میتونین بخونین. اونا هم نمیدونن چی کار بکنن، برای اینکه میدونین هم خدا رو میخوان هم خورما. میتونن چی کار کنن؟ دخالتشون رو در امور داخلی ایران تموم کنن. یعنی من نمیفهمم واقعا که آمریکایی که در اونور دنیا هستش چرا باید این در تمام روی دوروبر مرزهای ایران این همه سرباز و چیز نظامی داشته باشه، پایگاه نظامی داشته باشه و بخواد ادعا کنه که میخواد رفتار ایران رو عوض کنه، رفتار حکومت ایران رو عوض کنه، که در واقع عملا منظورشون رژیم چنج. دولت آمریکا از زمان مصدق که خب ما میدونیم حالا به قول معروف ما نمیخوایم تحت کنه، سهرای کربلا نیست اتفاقا، نه توی ذهن ملت ایران آقای طاهری، توی ذهن ملت ایران مسئله کودتای 28 مرداد. وای رفتیم توی سهرای کربلا تو ذهن شما نه ملت. به هر حال من نمیخوام وارد این بشم. نه اصلا وارد تفشون تام کنم. آره اجازه بدید. ببین مسئله اینه که دولت ترامپ دو تا چیز داره. دو تا سیاست در رابطه با ایران همزمان داره پیش میبره. یکی جنگ رسانه‌ای که توسط آقای ترامپ خودش تجسم عینی این مسئله استش، و یکی آقای بولتون که در واقع جان وین کاخ سفیده، یعنی به جز اسلحه چیز دیگه ای رو نمیشناسه، و این دوتا هر دو دارن پیش میرن. ولی کاری که این دوتا هر دو دارن همزمان پیش میرن خانم طهماسبی، یکی از تاکتیک های وزیر خارجه ایران آقای ظریف اینه که بگه این دوتا ضرورتا همزمان پیش نمیرن، برخلاف اونچه که شما میگید هم فکر نیستن. اصلا این اصلاح تیم بی رو آقای ظریف درست کرده که منظورش بولتون، منظورش نتانیاهو، بن سلمان، بن زایده و احتمالاً پمپو پ اینجا توی ب نمیخونه تیم بی، ولی خب حالا پیمندارش ب میگن عربا، بمبئو بله از زبان عربا میگه آقای ظریف این دفعه. بله آیا این نشون نمیده که باید یه مقدار تفاوت‌ها رو دید و نه اونجوری که شما میگید همزمان همکاسه یک دست کردن تمام سیاستمدارا و اونجوری که شما گفتید همه رسانه‌ها؟ اتفاقا ندیدن این ظرافت باعث میشه که ایران در جنگ روانی بیش از پیش ببازه. کاملا درست میگید. من اصلا نخواستم که همه رو یک کاسه کنم. اتفاقا به نظر من این ظرایف و این پیچیدگی ها خب خیلی اهمیت داره. به نظر من با وجود آوردن این ترم، این واژه تیم بی، یکی از شاید هوشمندانه ترین حقوقهای رسانه‌ای هستش که تا حالا جمهوری اسلامی تونسته، یعنی نتیجه داده. فکر کنید ببینید چیزی که هستش، ما هیچ نوع کار میدانی نمیتونیم بکنیم که بتونیم اندازه بگیریم تأثیر این کار یا حتی تأثیر کارزارهای رسانه دیگر رو، چه در افکار عمومی ایران چه در افکار عمومی آمریکا. اما این که خود ترامپ یک مقداری فاصله گرفته از به قول معروف روش‌های جان وینی آقای بولتون و دنبال این هستش که حداقل اعلام میکنه که من میخوام مذاکره کنم، پیغام میفرسته، نماینده میفرسته، این نشون میده که شاید بخشیش تأثیر همین تیم بی هستش که آقای ظریف. من یه توضیح میخواستم بدم راجع به صحبت قبلی ایشون که چرا آمریکا در مسائل داخلی ایران دخالت میکنه و در اطراف ایران نیروهای زیادی داره. اولا میبینید مجموع نیروهایی که ایالات متحده الان در تمام کشورهای اطراف ایران داره 23,000 نفره. پایگاه‌های نظامیش آقای طارق؟ پایگاه نظامی نداره. و جمهوری اسلامی فقط در سوریه 80,000 سرباز داره. فقط در سوریه.
میدونی بنابراین اصلا این رقم از کجا میاد؟ رقم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زینبیون، فاطمیون. ولی سپاه نگفت اینا 80,000 نفر میشن؟ بین 80 تا 85,000. در چه مقطعی که اینو گفته؟ بارها. بعد نیست توی فیسبوک برنامه موقع پخش این برنامه بگذاریم که کی گفته و در چه مقطعی کی؟ ولی به اون سوالی که ببینیم، میخوام بگم که آمریکا یه موقعی در حدود 200,000 تا سرباز در افغانستان و عراق و نمیدونم عربستان داشت، ولی الان کم شده. اینا رو همه رفتن به کنار. بعد کشوندن آمریکا به، ولی پایگاه آمریکا در حاشیه عمان هستش ها. در کدوم حاشیه عمان؟ در کشور عمان. عمان نه، از جزیره مسیری که یه پایگاه انگلیسی هست استفاده میکنن و یک مرکز نیروی دریایی، یعنی ناوگان پنجم هم که از بحرین از زمان جنگ دوم بوده. اینا هستش. نه اینا معنی پایگاه چیه؟ ولی به هر حال استقرار نیروهای نظامی آمریکا در اونجا است. ولی خواهش میکنم بحث برنامه راجع به جنگ، این سوالی که من از خانم طهماسبی پرسیدم رو از شما بپرسم. این تاکتیک تیم بی برای اینکه نشون داده بشه که بین ترامپ و اطرافیانش تفاوت هست و اونها که دارن میبرن به سمت جنگ، نتانیاهو و بن سلمان و بن زاید امارات و پومپئو و بولتون هستن، این فکر میکنید جواب داده؟ چون به هر حال این یکی از حلقه های مهم در جنگ روانی دیپلماتیک ایرانه دیگه. به نظر من این تجزیه تحلیل به کلی اشتباهه، برای اینکه این گروه بی که آقای ظریف میگه دارای هدف‌ها و روش‌های واحدی نیستن، چیزهای مختلفی میان. آقای نتانیاهو علاقه‌منده که وضع کنونی ادامه پیدا بکنه، چون تا موقعی که ایران مسئله بزرگ عربا به حساب میاد، به عربا میگه که فلسطین و اینا رو فراموش کنین، ایران دشمن شماست. و الان میدون اسرائیل در امن‌ترین موقعیت خودش داره زندگی میکنه از پیدایشش، بنابراین وضع موجود به نفعشه. آقای بن زاید اون دشمنیه که با ایران سر جزایر تنبه بزرگ و تنبه کوچک و ابو موسا داره و دو جزیره دیگه ایرانی که در اختیارشون هست، یعنی زروار و آریا، اونو میخواد به اصطلاح. خب ولی همه اینها معنی این است که نه، اینا با هم فرق داره چیزاشون، یعنی مخرج مشترک همه اینها خصومت بیشتر با ایرانه دیگه، و هرچه این شدت پیدا کنه این نوع خصومت ها و هدف خصومت ها با هم فرق داره، یعنی اینا متحدان تاکتیکی هستن و جمهوری اسلامی اگر رهبران عاقلی داشت، اگر رهبرانی داشت که میتونست اینا رو از هم جدا کنه، ایده بله میتونست. ببینید مشکل ما با امارات متحده عرب فرق داره با مشکل ما با اسرائیل، مشکل ما با عربستان سعودی فرق داره با مشکل ما با ترکیه. یعنی من کاملا موافقم با حرف آقای طاهری که مشکل ما، البته وقتی میگیم ما، خب یعنی مردم ایران، حکومت ایرانه، ولی به هر حال با این کشورها متفاوته. ولی واقعا اگر رسانه‌ها در ایران آزاد بودن و از طریق رسانه‌های آزاد مردم ایران میتونستن صداهایی که از نظریاتشون رو منعکس بکنن، شاید واقعا ما با یک مهمون معروف رقابت یا جنگ برابرتری مواجه میشدیم. چون واقعیت اینه که آقای ترامپ و کلن آمریکای بعد از اوباما بسیار در ایران با حالت بسیار بدبینی بهش نگاه میکنه. یعنی شما نمیتونی که هم جنگ اقتصادی هم جنگ سیاسی بر علیه ملت راه بندازی و بمباران رسانه‌ای هم مرتب بکنی و قانون هیولا بسازی از یک ملتی، از ایران حراسی رو تقویت کنی، اسلام حراسی، شیعه حراسی، همچون که بودم مسلم بند بذاری و بعد انتظار داشته باشی که مردم ایران به تو بدبین نباشن. من خیلی رک بگم، مردم در ایران، و من اینو تعمیم میدم متاسفانه، حتما من در مورد همه مردم ایران صحبت نمی کنم، ولی این حس هست که حتی به ایرانی‌های خارج از کشور بدبینن، چه برسه به رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور و حتی مردم داخل کشور. حتی به ایرانی‌های خارج از ایران به چه معنا؟ به این صورت که به هر حال فکر می‌کنن که ما تجربیات اونها رو نمی‌فهمیم.
فکر میکنن که ما صدای اونها رو نمیتونیم. از کجا فهمیدین شما؟ من از روی تحقیقاتی که میکنم و من از روی متدی داره من من گفتم من نمیخوام تعمیم بدم، ولی یعنی اون رفقاتون این بتونین. نه خیر، خواهش میکنم. من روی تحقیقی که روی سوشال میدیا و منظور شما مقالاتی که نوشتی در ارتباط با رابطه شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی در ایران، ولی یعنی شما واقعا این مسئله رو هیچ وقت خانم تماسی آیا ما راجب ایرانیایی که داخل ایران هستن از اپوزیسیونی که در خارج کشور توسط ایرانیا درست شده و اصلا خود ایرانیایی که وقتی از تجربیات درون ایران و به نمایندگی مردم ایران صحبت میکنن یک مقداری با دیده بدبینی نگاه میکنن؟ اولا ببینید، از نظر وسایل ارتباط جمعی در داخل ایران من به بدبینی شما نیستم، مقالات خیلی خوب در میاد، حتی راجع به سفر آقای آبه، حتی راجع به این بحران و اینا. ما روزنامه‌نگاران خوب داریم، تحلیلگران خوب داریم، فقط آزادی ندارن. اگه یک کمی بهشون آزادی بدین میتونن بکنن. بنابراین میدونین ایران یه صحرایی نیست که هیچی توش نباشه، فکر میشه، صحبت میشه، بحث میشه. تو همون مجلس اسلامی هم هستن کسانی که گاهگداری به محض اینکه شانسی داشته باشن، ولی خب بهشون فرصتی داده نمیشه. ولی از نظر اینکه بین ایرانیای خارج، بین ایرانیای خارج و ایرانیای داخل شکاف بندازی، من اینو ندیدم. من واقعا روزی نمیگذره که پیام‌های دلگرم کننده از ایران به ام نرسه. خانم طهماسب، رجب یکی از تاکتیک‌های ایران در جنگ روانی حالا حاضر صحبت کردیم، تاکتیک آقای ظریف تیم بی، ولی یک تاکتیک مهم، یک میشه گفت راهبرد حتی مهم در این جنگ روانی از جانب آمریکایی‌ها این بوده که به مردم ایران بفهمونن، بگن یا از نگاه شما القا کنن که تحریم‌ها حاصل سیاست‌های آمریکا نیست، تحریم‌ها حاصل سیاست‌های دولت مردان ایرانه. فکر می‌کنید آمریکایی‌ها تونستن این رو بقبولن؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. شما کدوم ملتی رو اینقدر تغییر هست در دنیا که بهش بگی که تمام بلاهای اقتصادی که داریم سرتون میاریم تقصیر خودتونه؟ یعنی ما تحریمتون میکنیم. نه، آمریکایی‌ها نمیگن تقصیر خودتونه، میگن تقصیر حکومتتونه. بله، ولی برای 100%. ولی ببینید، ولی فکر میکنید عمل نکرده؟ 100% همینجوره. کدوم تحریم ها جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده که فشار مضاعف مردم نیاورده باشه؟ این یه چیز متفاوتیه. سوال من اینه که آیا آمریکایی‌ها تونستن در این جنگ روانی این حلقه اساسی در جنگشون رو جا بندازن، پیش ببرن که بر اساسش به افکار عمومی ایران گفته میشه که این تحریم‌ها کار ما نیست، نتیجه حکومت خودتونه؟ فکر می‌کنین نیفتاده؟ به هیچ وجه. هر موقع که فشار از بیرون به ایرانی‌ها وارد شده، به ایران وارد شده، درون ایران مردم پشت هر حاکمیتی که در اون زمان در اون برهه تاریخی در ایران بوده پشت اون ایستادن. یعنی نتیجه معکوسه، یا حداقل سکوت میکنن. درسته؟ یا حداقل سکوت میکنن. ببینید دولت ترامپ از الان یک سال و نیم هست، بعد از بخصوص اعتراضات دی ماه پارسال، به احتمال قوی کارشناسانی بهش گفته بودن که اگه یه مقدار فشار رو بیشتر کنی در ایران شورش میشه. درسته؟ یعنی اصلا کلن ترامپ چندین بارم گفته که هدف از این تحریم‌ها اینه که به مردم ایران فشار بیاد که مردم ایران بلند شن انقلاب کنن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. که حالا هر چی و چنین اتفاقی نیفتاده، بنابراین در این جنگ روانی میشه گفت ترامپ نتیجه ای که میخواد نرسیده؟ ببین، از سوال خارج نیست. یکی اینکه این تحریم‌ها اصلا اثری نداره، رهبران جمهوری اسلامی هم گاهی اینو میگن. یا نظر دوم، نظر خانم طهماسبیه که این تحریم‌ها برعکس جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه و توده مردم رو وادار میکنه که حمایت کنن ازش. این رای دومش. من دقیقاً این کلمات رو، خب حالا دقیقاً چی گفتی؟ دوباره اجازه بدید که نه خیلی جا مهمه. مردم رو، جامعه مدنی ایران رو خب ضعیف میکنه. نه نگفتی ضعیف میکنه. بسیار خوب، فکر میکنم بیننده دید و شنید ایشون چی گفتن. شنید چی گفتن؟ سوم چه هست؟ سناریو سوم چیز سوم این است که این
تحریم ها داره به ایران صدمه میزنه، یعنی از این سوال که بیشتر خارج نیست. اگه به ایران صدمه میزنه، مسئله‌ای که برای ما مطرحه، چه دولت جمهوری اسلامی باشه چه مردم ایران، چه جوری جلو این صدمه رو بگیریم؟ اون موقع از خودمون خواهیم پرسید که آیا آمریکایی‌ها همینطوری بی خودی اومدن ما رو تحریم کردن؟ چرا آمریکا سوئیس رو تحریم نمی‌کنه؟ چرا آمریکا نمیدونم شما چرا مثال عراق رو نمیزنید؟ عراق رو چرا تحریم نمی‌کنه؟ کرد برای اینکه صدام حسین همین کارهایی رو داشت میکرد که جمهوری اسلامی داره میکنه. ولی آمریکا گفت صدام حسین سلاح هسته‌ای داره که معلوم شد نداره. یعنی این هم بخشی از جنگ روانی. اتفاقا میخواستم همین سوال رو بپرسم که فکر نمیکنید این کارزار جنگ روانی حال حاضر شبیه به کارزاری که پیش از شروع جنگ عراق داشت شکل میگیره و این خطرناک نیست؟ به نظر من شبیه نیست و خطرناک هست، ولی به هیچ وجه شبیه نیست. برای اینکه میدونین عراق در افتاده بود با سازمان ملل متحد، 14 خطنامه شورای امنیت علی عراق وجود داشت، خطنامه هایی که توی فصل هفتم بودن. در مورد ایران همچه اتفاقی نیفتاده. در اون موقع یک بسیج جهانی علیه رژیم صدام حسین بودش، تمام همسایگانش دشمنش بودن، سوریه دشمنش بود، ایران دشمنش بود، سعودی و غیره. در ایران اینطوری نیست. همه جنگ‌های نظامی قبلش کارزار رسانه‌ای داشته. هر کارزار رسانه‌ای به جنگ نظامی ختم نمیشه مسلماً، ولی اگر که تنش‌ها به جایی برسه که آمریکا بر علیه ایران بخواد اقدام نظامی بکنه، تمام این جنگ رسانه‌ای پیش زمینه اون خواهد بود. ولی ببینید آمریکا مردم ایران رو به نظر من دست کم میگیره، برای اینکه ایرانی‌ها از یک تمدنی برخوردارن که لایه‌های بسیار پیچیده روانی و جامعه شناختی در هستش و مخاطبان ایرانی بسیار هوشمندانه به این پیام‌های منفی که در مورد کل این ملت به توی جامعه تزریق میشه نگاه میکنن. یعنی و ببینید حتی ممکنه تحریم اقتصادی رو آمریکا ببره، ولی توی جنگ اراده مطمئن باشین که ایرانی ها میبرن. منظورتون از جنگ اراده؟ یعنی اگر که قرار باشه، بله، اگر قرار باشه که اراده دولت آمریکا بخواد بر اراده ملت تحمیل بشه، مطمئن باشید که اراده ملت ایران برنده میشه. اراده ملت ایران منعکس میشه در جمهوری اسلامی؟ نه، اراده ملت ایران نخیر. اراده ملت ایران میدونین چیه آقای ارتادی؟ ملت ایران گروگان گرفته شده. خانم طهناسبی، ملت ایران آزادی نداره. ملت ایران نمیتونه سیاست خودشو بذاره. در مجلس شورای اسلامی نمیتونن حتی بحث کنن. میدونین ملت ایران، من اصلا نمیتونم بگم ملت ایران چی میخوان، ولی یک چیزی رو که در تمام این 100 سال میشه با اطمینان کامل اینه که حق انتخاب و تعیین سرنوشت مال خود ملت ایرانه، بله، نه دولت آمریکا. ولی دولت کنونی نمیذاره. اون بین ملت ایران و دولت جمهوری اسلامیه، ولی ربطی به دولت آمریکا نداره. بله، ما اگر بتونیم ربطی به دولت آمریکا داره تفکیک کنیم. نه، ولی ببینید شما به نظر من شما این تصور رو میکنید که حق انتخاب با ملت ایرانه. بله، نه دولت آمریکا. آیه طاهری، فکر میکنید در این جنگ روانی دولت مردان آمریکا، خصوص ترامپ که شما گفتید نقدهای جدی بهش وارده، ولی در واقع اعتقاد دارید کم و بیش میدونه چی کار میکنه دیگه، فکر میکنید خطر رو میفهمه که بین جنگ روانی و جنگ تمام عیار گاه مرز خیلی شکننده ایه؟ ترامپ الان نماینده یک دولت نیرومند و منظم و دیسیپلینه است که اطلاعات کافی داره، تحلیلگران زیادی داره، یعنی این مجموعه، این به اصطلاح ابرقدرت آمریکایی در اختیارش است و الان در یک وضعیت نابرابر با جمهوری اسلامی روبرو شده. یعنی به فرض این کم یک درگیری نظامی بشه، مثل 18 آوریل 1988 آمریکایی‌ها اومدن زدن سپاه نیرو دریایی، سپاه پاسداران رو داغون کردن، تاسیسات نفتی ایران هم داغون کردن. شبش هم آقای خمینی اومد تو تلویزیون گفت من جام زهر رو می‌نوشم. این ذهنیت مبنی بر قدر قدرتی آمریکا متأسفانه هست. بله،
متاسفانه در این تردیدی نیستش. شما میگید متاسفانه هست، ولی خودتون این ذهنیت رو دارید وقتی میگید آمریکایی میان میزنن و هزینه ای نداره. من این ذهنیت ندارم. من میگم که ما که ایرانی هستیم باید بفهمیم که ایران رو قربانی یه ایدئولوژی نکنیم. ایران باید یه ملت کشور باشه، نه یه وسیله‌ای برای یه ایدئولوژی. می‌دونید به ما چه مربوطه که با آمریکا در بیافتیم؟ بله. به عنوان یه ملت ما با آمریکا اختلافی بله. نداریم. خانم طهماسبی، آیا چون راجع به خطر جنگ روانی به این معنا که میتونه به راحتی به جنگ تمام عیار تبدیل شه صحبت کردیم و اینکه آیا ترامپ و اطرافیانش این رو میدونن یا نه، ولی از جانب دیگه آیا ایرانی‌ها این رو میدونن؟ مثلا آیا میدونن که این جنگ روانی طرفین زیادی داره، بازیگرای زیادی دارن و در صحنه‌ای که بازیگرها زیادن احتمال خطای فوق‌العاده خطرناک زیاده دیگه؟ این آیا نباید باعث شه که فتیلا رو پایین بکشن و نگن که ترامپ ارزش مبادله پیام نداره؟ خب ببینید، شما در مورد سیاست کلان یک نه در مورد جنگ روانی صحبت میکنم، شما در جنگ روانی هم بله. باید سعی کنی بفهمی بله. که بازیگرا وقتی زیادن این بازیگرا بله. میتونه از همونجوری که آقای ظریف میگه بن سلمان و بن زاید باشه تا نتانیاهو باشه تا عناصری در درون خود حکومت ایران باشه بله. تا عناصری در کشورهای اطراف برسته. باشن فارغ از اینکه ایران و آمریکا چیکار میکنن، اونا ممکنه بزنن بله. همه چی خراب کنن. نه کاملا درست میگید. ببین آقای خامنه ای برای خودشون یه هویتی تعریف کردن که من انقلابی ام، هویت انقلابی، و بنابراین این هویت انقلابی در عین حال هم برایشون یه پرسونایی دیکته میکنه که خارج از اون به احتمال قوی اصلا نمیتونن. چرا در برجام ببینن. خارج از اون عمل کرد؟ بله، ولی پشت صحنه، نه جلوی صحنه، یعنی از طریق یه میدییشن، از طریق دولت. درسته. آیا منظور شما اینه که در جنگ روانی چنین میگن اما پشت صحنه کوتاه میان و این دوتا ضرورتاً باستا به همدیگه نیست؟ 100% همینجوره. یعنی اگر که ما دولت جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی رو فقط ایدئولوژیک ببینیم که کاملا به خطا رفتیم. حاکمیت جمهوری اسلامی اولا از نیروهای مختلف تشکیل شده ولی بسیار پراگماتیک شده، یعنی به قول معروف از مذاکره طولانی مدت برجام بگیر تا حتی از جام زهر خوردن آقای خمینی، تصمیماتی که حاکمیت به طور کلی میکنه خب خیلی پراگماتیک تر از یک دولت تماما ایدئولوژیک. نتیجه که میشه از حرفای شما گرفت این است که اینها میدونن در این جنگ روانی چی کار میکنن و پشت صحنه به شکل دیگه عمل میکنن و معنیش این نیست که این جنگ روانی ضرورتاً میتونه به جنگ تمام عیار بیانجامه. من که کاملاً امیدوارم، یعنی امیدوارم که این اتفاق نیفته، همونجور که بارها هم اعلام کردن، خود ترامپ هم چندین بار گفته که ما جنگ با ایران نمیخوایم. البته اگر آقای بولتون اجازه بدی حتماً میخواد که وارد جنگ با ایران بشه. اینو من هم نمیگم، بسیاری از کارشناسی که توی خود آمریکا هستن این مسئله رو، وقت بسیاری از دموکرات ها میگن که اصلا آقای بولتون اومده که جنگ با ایران رو پیش ببره. درسته. یه دفعه تمام کشورهای اروپایی سفراشون رو از جمهوری اسلامی خارج کردن بعد از میکنه یا تو باش. بعد جمهوری اسلامی گفت آقا بنده غلط کردم، اشتباه کردم، اینا دوباره همشون برگشت. بله. ببینید بنابراین مسئله اینجا مسئله تقیه است، یعنی لاپوشونی، یه کاری بکنین که به قول لورای بختیاری جلو بیارین برای خان ولی اسم جلو نیارین. بله. جنگ روانی رو ادامه بدید ولی از نظر دیپلماتیک کوتاه بیارید. آره، ولی هر دولت، اگه هر رژیم دیگه ای بود شما اینو یک پراگماتیسم میگفتین دیگه. در علم سیاست ما به این میگیم پراگماتیسم. خیلی خوب، شما عالمی، من که عالم نیستم. حالا شما عالمین، شما عالم‌تر از من هستید. ولی یعنی چه پراگماتیک؟ یعنی اصالت عملی. نه خیر، خب به هر حال شما لغت فارسی هم بسیار خوبه، لغت فارسی هم داریم برای اصالت عملی. بله، اجازه بدید توی پادکست این دعوا رو ادامه بدید. دعوا نیست، من خیلی خوشحالم از حضور خانم دعوزی. دعوای لفظی سر پراگماتیسم منظورم بود، سر این اسم. نه بلکه من سعی میکنم فارسی حرف بزنم. بله، به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه ویکتوریا طهماسبی و امیر طاهری.
پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری برنامه در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی در مورد لفظ پرگماتیسم رو درش ادامه خواهیم داد، میتونید در کانال تلگرام بخش فارسی هم دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.